سلام خوش اومدین به این ویدیو قراره تو این ویدیو در مورد روابط علم و دین با هم صحبت کنیم قبل از اینکه کارمون رو شروع کنیم اول ببینیم منظورمون از علم چیه و منظور از دین چیه علم منظورم همون ساینس علومی که از روش تجربی استفاده میکنن و استقراتشون حاکمه به طور مشخص علوم تجربی، جامعه شناسی، روان تجربی اینا رو میگیم به مفهوم کلی ساینس حالا اون طرف دین منظورمون چیه؟ دین منظورم در واقع ادیان ابراهیمیه تلقی خداباوری که خب ما به عنوان تئیسم ازش یاد میکنیم و همون تلقی هایی که تو ادیان ابراهیمی از دین هست بریم ببینیم اینا با هم چه رابطه هایی دارن اگر بخوایم یک تصویر کلی از روابط علم و دین رو برای شما ترسیم کنم میتونم بگم ما دو تا روکرد کلان داریم یه روکرد داریم که واگراست یعنی تلاش میکنه علم و دین رو از هم متمایز کنه یه روکرد ها یه سری از روکرد ها هم روکرد های همگرا هستن که علم و دین رو به هم نزدیک میکنن من توی این ویدیو دو روکرد بسیار شاخص رو تو رویکردهای واگرا با عنوان تعارض و همینطور تمایز به شما معرفی میکنن و تو رویکردهای همگرا از رویکردهایی که تعامل رو انتخاب میکنن یه دشون تعدیل رو انتخاب میکنن و یک رویکرد تلفیق رو انتخاب میکنه بریم با اولی رویکرد یعنی تعارض آشنا بشیم خب قبل از اینکه من به این روکت بپردازم بگم که امکان داره علم و کجاها با هم دوچار چالش و درگیری بشن به طور کلی بخوام در مورد سطوعی که امکان داره علم و دین با هم دوچار درگیری و تعارض بشن بگم میتونم بگم یکیش اینه که گزاره های این دوتا با هم تضاد داشته باشن ما خب یه گزاره علمی داریم یه گزاره دینی داریم این دوتا امکان داره در یک موضوع واحد دو نظر مختلف داشته باشن دوچار تضاد بشن امکان داره بین روحیه آدمایی که اهل علمن و به کسایی که اهل دینن تضاد به وجود بیاد بر حسب تفاوت های شخصیتی و روکردی که به این دو حوزه دارن گاهی هم امکان داره دو نهاد که نهادهایی که از علم و دین پاسداری میکنن دچار مشکل بشن مثلا کلیسا از یه طرف یا همه نهادهایی که توی ادیان ابراهیمی داره مشروعیت هستن و همینطور نهاد دانشگاه فضای آکادمیک این دوتا این نهادها با هم دچار مشکل بشن و حالتی هم هست که پیش هایی که علم و دین دارن با هم دوچاره تعارض بشه به طور کلی ما باید اینجا علم رو با در واقع مادهگرایی علمی یا طبیعت انگاری به مفهوم نشرالیزم تفکیک کنیم گاهی تو خود ساحت علم ما میگیم علم یک روش تجربی داره و کارکرد خودش رو انجام میده گاهی یه سری فلسفه یا یه سری متافیزیک ها به علم بار میشه به طور مشخص مثلا یه نفر میگه تنها روش علمی که وجود داره و معتبره روش علمیه یا یه تحویل حالا به جز این تحویل یا فروکاستن روش شناختی گاهی ما فروکاستن حسی شناختی هم داریم مثلا یه سری معتقدند که تو حوزه طبیعت انگاری تنها ساحت ممکن و موجود ساحت طبیعت و هیچ ساحتی فراتر از اون ساحتی با عنوان فراتبیعت وجود نداره خب این دوتا میتونن با دین دوچار تضاد شن دیگه یعنی کسی که معتقد فقط هر چی هست یعنی همه هویت ها باید جزء ساحت مادی باشن و ساحت دیگه اصلا وجود نداره خب با ادعاهایی که دین مطرح میکنه در مورد موجوداتی که فرامادیان دوچار تضاد میشه این هم اونور کسی که فقط برداشت لفظ انگارانه داشته باشه خیلی سریح و مستقیم با متن مواجه بشه خب دوچار مشکل میشن از مهمترین تعارض که میشه گفت شاخصترین مثال هست تو این حوزه دعوای گالیله با کلیساست بریم سراغ رویکرد بعدی رویکرد دوم یعنی رویکرد تمایز یا استقلال تلاش میکنن که علم و دین رو از هم متمایز کنن و اجازه ندن با هم درگیرشن یعنی اصلا با هم تداخلی پیدا نمیکنن که تضادی به وجود بیاد خب روکرت های مختلفی توی استقلال بین علم و دین هست که اینا بر حسب روش های مختلفی روی تمایز و استقلال علم و دین تاکید میکنن به طور مثال برخی ها بر روی تفاوت روش شناختی این دوتا تاکید میکنن ما خب جریان هایی رو داریم که مثل اصلاحگران دینی یا نو ها که اونها معتقدن که به طور کلی علم متد خاص خودش رو داره منابع مشخص خودش رو داره و دین هم همینطور خب دینی که مبتنی اصلا کلا بر وحی کاملا متمایزه بر علمی که بر عقل بشری و سواره. همینطور تو این جور روکرت ها که دارن تمایز ایجاد میکنن ما اگزیستانسیالیست ها هم داریم خب اونها میگن اصلا کلا روشی که توی علم هست یک عینیت خاصی داره روشی که اصلا توی دین ما به سراغش میریم روش اگزیستانسه یعنی در واقع اصلا اینا شباهتی به هم دارن. ندارن به دو حوزه متمایز روش شناختی تعلق دارن ما توی دین یک رابطه اگزیستانسی و وجودی داریم در واقع هیچ وقت رابطه با عنوان یک فائل شناسا و یک متعلق شناسایی رو تجربه نمی کنیم بلکه رابطه ای که بین بنده و خالق یک رابطه در واقع من و تو هست یک رابطه وجودیه و اصلا تمایزی وجود نداره به این صورت که خداوند ابژه شناخت ما بشه ما ما تمایزهای در واقع زبانی هم داریم به طور مشخص ویتکنشتان که اصلا علم و دین رو بر اساس دو بازی زبانی مختلف ترسیم میکنه همینطور کسایی که معتقدن که کلا زبان دی با زبان علم متفاوته این برخواست از استعاره هاست برخواست از روایت بر اساس داستان در واقع مناسک داره علم اصلا ویژگی های دیگه ای داره این دوتا اصلا با هم قابل مقایسه نیستن یا به طور مشخص پوزیویس های منطقی که اصلا این دوتا رو با هم متمایز میدونستن اصلا گزاره هایی که فراتر از روش تجربی بهطور به طور مشخص دین رو اصلا کلا بیمعنا میدونستن یه روکت هم بود که کلا از نظر اپیستمیک و معرفتی اصلا علم و دین رو از هم تفکیک میکنه تفکیک نومنی و فنومنی کانت و همینطور که همینطور تمایزی که بین عقل نظری و عملی قائل میشه دین رو اصلا کلا از حوزه عقل نظری خارج میکنه و پیشفرس های اون رو خب توی حوزه اخلاق اثبات میکنه این سراغ روکرت های همگرا تو روکرت های همگرا دیگه سعی نمیکنن علم و دین رو از هم جدا کنن یا وقتی در کنار همند دوچار تضاد با هم بشن در واقع خیلی روکرد ایجابی دارن روکرد مثبتی دارن نسبت به تعامل بین علم و دین توی رویکرد اولی که میخوام از خود دسته رویکردهای همگرا به شما معرفی کنم رویکردی که تأکیدش روی شباهت هاست به جای تفاوت ها برعکس رویکرد تمایز یا استقلال توی رویکرد تعامل علم و دین تلاش میکنن سر چیزای مشترکشون به هم نزدیک بشن و با هم گفتگو کنن خب این گفتگو از جانب هر دو طرف دیگه یعنی از هم جانب اهالی علم هم جانب اهالی دین اونها میشینن میبینن که علم و دین خیلی هم حوزه های متمایزی از هم نیستن بلکه تو برخی از حوزه خیلی به هم شبیه هم هستن به طور مشخص با آگاهی که فیلسوفان علم به ما دادن ما فهمیدیم که علم هم آنچنان از عینیت خیلی دقیق و شارپی برخوردار نیست برای همین به طور مشخص توی نگاهشون تو پیشفرزهاشون توی مدلهای مفهومیشون تو پارادایمهاشون کاملا علم و دین به هم نزدیک میشن ما قبلا فکر میکردیم علم یه حوزه عینیه دین یه حوزه ذهنیه ولی فیلسوفان علم این رو به ما گفتن که اینگونه نیست خیلی به طور مشخص بخوام بگم خب کون با تلقی که از ساختار انقلاب های علمی به وجود به ما داد گفتش که خیلی رشد علم خطی نیست با پارادایم های علمی داریم همینطور خب تو دین هم ما این رو تجربه میکنیم یا اینکه به طور مشخص پولانی توی کتاب خودش در مورد پرسونال نالج صحبت میکنه از تاثیر در واقع فردیت و ایمان تو حوزه علم صحبت میکنه یا روکرت هایی که کلن اصلا ضد روش هستن تو علم مثل فایرابن خب اینا به ما دارن میگن که علم و دین خیلی از هم گسسته نیستن و میتونن به هم نزدیک بشن ما تو علم هم فهمیدیم که پیشفرس ها خود مشاهدگر چقدر میتونه توی فرایند شناخت تأثیر بذاره این خیلی شبیه تأثیر تفسیر و هرمونوتیک از متن مقدس توی دین هست و خب این شباهت ها میتونه موضوعی باشه که علم و دین با هم در موردش گفتگو کنند، تعامل کنند، از روش ها، از بصیرت ها و از نگاه های همدیگه برای گفتگوی سازنده استفاده کنند. ما بریم سراغ رویکرد تعدیل یا همنوایی من اسمشو گذاشتم. رویکرد تعدیل یعنی چی؟ یعنی اینکه بین نظریه های خاص علمی و یه سری برداشت ها و تفسیر های دینی یک همنوایی و هماهنگی به وجود میاد یعنی چی کسایی که تو این مدل باور دارن به رابطه علم و دین تلاش میکنن که یک تصویر جامعی از جهان بدن که هر دو علم و دین در یک تصویر یک بارچه با هم هارمونی و هماهنگی داشته باشن برای همین تو مواجه با این نظریات خاص با یک نگاه انتقادی به هر دو علم و دین سعی میکنن اونها رو تعدیل کنن تا ناسازگاری که به صورت به باور اونها ظاهری هست از بین بره و یک هماهنگی و همنوایی بین این دوتا به وجود بیاد کسی که به این مدل معتقدن چون باور دارن که نه علم نه دین از قطعیت کامل برخوردارن و با عقل اقلانیت نقاد هر دو رو بررسی میکنن احساس میکنن که ما هر لحظه داریم نزدیک میشیم به صدق ولی هیچ وقت به صدق قاطع نرسیدیم برای همین هر دو رو میشه تعدیل کرد اگر تضادی به وجود بیاد برخواسته از این هست که ما فهم نادرستی رو از هر دو داریم و هنوز به اون صدق کامل نرسیدیم برای همین میشه با عقلانیت انتقادی هر دو رو باز تعریف کرد دوباره شناختشون و بهتر بشه هماهنگی بین اینها برقرار کرد به طور مشخص توی یه سری از حوزه ها کسایی که به رویکرد تعدیل قائل هستن مثلا دین رو با نظریه تکامل خب به هم نوایی میرسونن تو این رویکرد همینطور که میدونید خب علم یک نگاه احتمالاتی در واقع ما با استقرا میتونیم فقط بگیم که وقتی داریم دو تا نظریه رو با هم مقایسه میکنیم یه نظریه نسبت به دیگری از درجه احتمال بالاتری برخورد و نمیتونیم بگیم صدق کامله همین اتفاق رو خب تو دین هم میفته الهیات طبیعی که الان هستم دقیقا اینطوره یعنی یه سری شواهد تجربی رو جمع میکنه تا بگی که آقا احتمال مثلا خدا باوری از ناخدا باوری بیشتره پس هر دوی اینها دارن تلاش میکنن از بتوت هم استفاده کنن و همینطور همدیگر رو در واقع نسبت به همدیگه تعدیل داشته باشن مبتنی بر اقلالیت انتقادی آخرین روکرد و روکرد تلفیق توی روکرد تلفیق علم و دین هر دو با هم یک پارچه میشن و زیله یه متافیزیک جامع قرار میگیرن در واقع هم علم هم دین به صورت یک کل یک پارچه در کنار هم قرار می گیرن و کلا از هم با هم تلفیق میشن نه تنها تمایزی از هم ندارن بلکه توی یک تصویر کلی با هم یکسان دیده میشن و به خاطر اینه که تلاش میکنن کسایی که به این رویکرد قایلت بگن که هر دوی اینها برای شناخت جهان ضروریه و باید زیر یک که جامعه ما هر دو رو داشته باشیم از نمونه های خیلی مشخصش الهیات پویشی پراسسیالوجیه که تلاش میکنه با یک تصویر یک پارچه و یکسان از علم و دین بتونه جهان رو بشناسه دوارم تونسته باشم شما رو با روکرت های مختلفی که بین علم و دین هست آشنا کنم ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید